پاکستان همسایه‌ای که اکثرا برای افغانستان جنجالی خوانده شده است پس از 15 سال همسایگی پرتنش و گاهی هم غرق در اتهامات دو طرفه حالا روابط کابل اسلام آباد در کجا قرار دارد در پرسوپالی با عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد تیم از زمانی که در پاکستان هستین پاکستان را چطور یافتین بسم الله الرحمن الرحیم نخست تشکر شما از دعوت شما سلام با همه بینندگان برنامه شما تا یک سال یا یک سال و دو ماهی که در پاکستان بودیم طبعا یک وظیفه دشواری بوده ساده نیست و او دلیلش واضی است که روابط بین پاکستان و افغانستان روابط خیلی حسنه نیست روابط دشواری هست دید مقامات سیاسی و یا بلندپایی پاکستان نسبت به افغانستان چی هست متفاوت است نظام پاکستان متفاوتتر از نظام ما هست در اوجا تقریبا گفته می که دو سه نظامی وجود داره یکی نظام سیاسی هست که حکومتشان هست و یکی هم نظام نظامیشان است و در نظامی باز نظام استخباراتیشان است شکایات ما از نظام استخباراتیش در قدم اول و تا حدیم از نظامیش است ولی سیاسیونی پاکستان بلوموم طرفداری یک رابطی خوب با افغانستان در داره صلح در افغانستان هستند بله مشخصا نظام استخباراتی و ارتش پاکستان در مورد کابل چی فکر میکنه؟ خب در مورد کابل فکرشان مشکل است که بگوییم که چی فکر میکنن ظاهران خو میگن که فکر خوبی دارن بله، ولی خو چیزی که می... شما بعد استوردین در مدت یک سالنده خب باز چیزایشو گفته میتونیم بازشان نگفته نمیتونیم طبعا ما مشکلات خود داریم ام، اگر فکر خیلی واقعا مثبت می داشت ما مشکلات نمی داشتیم مثلا شکایاتی که ما داریم که گروه های مسلحی که علیه ما در افغانستان می جنگه، اینا بیس های خود در پاکستان داره یک قط است رهبر های طالب ها در پاکستان است یک قط است حمایه نظام استخباراتی یک حقیقت است دیگه وقتی که به او حقایق مینگریم باز طبعا برداشتای ما اونم او است که یک رویه و یا یک, یک،, فکری که در بورد کابل دارن تا به حال البته یک فکری که نبوده ما میخوایم از تجربه دیپلماتیک شما در یک سال انده بدانم در این جریان یک سالنده که شما نماینده دولت افغانستان در پاکستان هستین نقش پاکستان ها در افزایش تنش ها و نارامی ها در افغانستان چطور میبینی؟ خیلی طبعا حرف های ما با اینها هم در حت است خیلی واضح صحبت میکنیم با مدبوعاتی اینها هم که خیلی واضح صحبت میکنیم اونمو برداشتی که طبعا در ایجا ما داشتیم که به اساس معلوماتی که هم از نهادهای استخباراتی ما بود و هم معلومات همه که ما البته به گوش ما می رسید که بله حمایه از طالبا در پاکستان وجود داره اونو را طبعا وقتی که در پاکستان رفتیم اونو به یقین تبدیل شده پاکستان در تاریخ معاصر افغانستان و یا اگر بگویم در 15 سال گذشته نقش زیادی را در تحولات درونی افغانستان از جمله تروریستا داشتن چرا کابل پی هم به خواستهای متعدد خود در قبال پاکستان نمیرسه؟ پاکستان چه زمانی بالاخره دست از حمایت تروریستا به نظرتان خواهد کشید و چرا این را کابل باید دنبال بکنن؟ سوال مشکل است چرا کابل دنبال بکنن ما در نهایتش اگر یک روابط خوب با کشور پاکستان نداشته باشیم رسیدن به صلح در افغانستان رابطه خوب چه هزینه خواهد داشت آقای خب ما میایم به او اگر نداشته باشیم رسیدن به صلح رسیدن به ثبات افغانستان اگر ناممکن نباشه آسانم نیست هزینه ببینن افغانستان اگر میخواست که به هر هزینه و به هر قیمتی در افغانستان صلح بیایه دیگه حال در افغانستان صلح همی بود هرگز افغانستان آماده به هر قیمتی نیست پس با این حال گفته میتونیم همونطور که در اول صحبت هایتان گفتین هنوز هم پاکستان با در نظر داشته حکومت تازه که در کابل آمد و تمایلاتی که در روزهای اول حکومت نشان داده شد هنوز هم به حمایت خودش از تروریست ادامه میده تا به حال حمایت از, از مخالفین مسلح کشور در اینجا اوجه هست با در نظر داشت از ای که پاکستان به عنوان یک همسایه جنجالی در کنار افغانستان همیشه بوده در تاریخ تاریخ های گوناگون ای جغرافیا احیانا اگر سخن از این میان بیاید که پاکستان در لیست سیاه کشورهای حمایت از تروریسم باشه شما از این حمایت خواهید کرد شخصا من طرفدارش نیستم نیست موقعتش. با به که باز فشاری با پاکستان به حد اعظمی تا به حالم در امی در پانزه سالی که بوده آمده اینطور نیست که نامده ولی ولی به یک شکل پاکستان از او خود کشیده نتایج به افغانستان یعنی کابل توانایی از, از این را داره تا پاکستان در این زوا قرار بده و یا ایلا بیگری را بکنه در سطح بین الملل که من نمیخوایم نمی که با, با او کشور از تروریست ها حمایت میکنه من خواهیم که با او برونک ما توانمندیش داریم یا نداریم ما به این میرم که آیا کابل میخوای یا نمیخوای کابل نمیخوای پاکستان به این به خاطر گفت تاثیرات منفی به افغانستان داره به بردن پاکستان می است که پیغام ما به مردم پاکستان است که هدف کابل هرگز نیست که شما را به ببره. پس فقط به حکومت افغانستان به امیدواری اکتفا خواهد کرد در قبال سیاست های که در پاکستان تنها امیدواری نیست طبعا ببینن ما از هر رای ممکن از هر ناو مذاکرات ممکن کوشش خوده کردیم فشارهام تا حدی کې ميدانم کې مؤثر باشه البته کتابوال مؤثر نبوده تپن وحاني خالی ما میګم کتاب حدود فشار ولې به یکي به مطلق به انزوا کشيدن و يا کې وام خیلی بعید است خیلی خیلی ممکن نیست چرا یکشوری... به نظرتان جهان در کنار افغانستان نیست؟ نه اون نیست ببینین پاکستان یک کشور 200 میلیونی است یک کشور آتوم... از... که که از... اصلیهی آتومی داره هست یک کشوری که در اوجا ام... 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 موقعیت طبعا یک استراتیجی که به جهان داره تو نیست که نداره ببینه از اون نگاه نگاه های دیگه هم هست فله هازا این خوشباوری هایی که بازی ها میکنن که ام برای ما بازم که در موقع خود محتوای بزرگ بینلیمی مندازم ما خیلی بعید میبینم که کشورهای بزرگ دنیا همه ایشان هم صدا شوید مورد که پاکستان به این جواب بره ام خیلی باید میبینم در سالی که گذشت کابل تیرترین دوران را با اسلام آباد سپری کرد اسلام آباد به حدود بیش از یک ماه مرز خود را بر روی شهروندان و یا مهاجران افغانستان بسته کرد و اینگونه مشکلات دیگه در قسمت خلق شد چه چیز باعث شد تا روابط کابل اسلام آباد به این نقطه برسه چندین چیزا یکی که بحث ما خیلی باز شد با اینا اونو بحثی که به اصطلاح لفافه حرف می زدیم از اون ام ای که ام آیا پاکستان از گروه های مسلح ضد حکومت اینا حمایه ای میکنه اصلا قابل بحث نیست دیگه که میکنه این بحث باز است هر دیگه که چرا میکنه بحث مدریج است و چطور میتونه چی باعث شده میدانه که ارسال بکنه چی هست که در جنگ و در بیسوباتی در افغانستان بر پاکستان دیده میشه که در صلح در افغانستان برای اونا نیست چی هست که این بحثی که از ای در ذات خود تاثیرات خود داره یک بخشی سر بخشش تبن است هرچند که یک سال خیلی بد 2016 یک سال خیلی بدی در روابط افغانستان و پاکستان بوده یک سال خیلی خوبی برای اعتماد سازی ملی در افغانستان بوده یکی از مشکلات عمده دیگر در جریان این هایی بوده که افغانستان میدان جنگ نیابتی بین دو رقیب دیری و هند و پاکستان ام چرا کابل هیچگاه نتانسی اعتدال را در سیاست خارجی خود به وجود بیاره تا واقعا یک کشور کشور دیگر تهدید فکر نکنه آیا شما فکر میکنین واقعا روابطی که کابل با هند داره یا دهلی داره تهدید است بر پاکستان اونا همچین فکری را در قبال سیاستش شما برداشت شا... های اه... که در مورد خود رول و حضور هندستان در افغانستان برداشتن حقت نداره طبعا که هندستان هم از طریق افغانستان در بلوچستان دست خود داره هم در قبایل آزاد دست خود داره هم در حمایه تی دی دست داره برابر نشده سفیر در یک طرف از طرف بگویم بگوییم که در این طرف هم باید اعتراف کرد که در روابط بین بین هندوستان و پاکستان ما نتانستیم که یک اعتداله و این تناد به ای حکومت تعلق نداره در حکومت حزبق بوده که که ما اینی بلانس نگاه کرده نتانستیم او عدم بلانس به او برداشت در پاکستان تبدیل شده که هم... پس جنگ نیابتی جریان یعن... داره حالا؟ تا یک حدی هست دقیقا در جنگ نیابتی پاکستان به دنبال چی است اونا در یک جنگ نیابتی بر هندستان هند در یک جنگ نیابتی با پاکستان نیست ولی هندی اگر تهدید باشه از خاک افغانستان او قابل بحث است برای ما برگز ما میخوایم که هند تهدید برای پاکستان از خاک افغانستان باشه و اگر باش حق پاکستان است که همچین یک شکایت را داشته باشه بله از تجربه دیپلماتیکی که در پاکستان دارین و علاوه بر در حکومت پیشین هم شما کار کرده بودین و سیاست های دولت در قبال پاکستان آگاه بودین هستم پاکستان در کابل به دنبال چی هست و چی منافعی را دنبال میکنه که در این مدت زمان نه اعتدال از او برابر میشه و نه راهی را به طرف ازی باز میکنه تا این منافع تعریف شوند خوی سوال خیلی دشوار است و ایجا مشکل است که به او بپردازیم ای حد اقلش تبن آیا این منافع مشخص شده؟ نیست مشخص متاسفانه تا حد عقلش است برای ما یا برای پاکستان؟ برای هر دوی ما شاید که اونا بفهمن که چی میخواین ما, ما, ما دقیق،, نفهمیدیم. دقیق, نفهمیدیم و او هم که ابهام وجود داره چیزایی هست که شاید بخوای و گفتن نتانه و در حد اقلش که است که, که اونا بخوای که ما هیچ مشکلی با اونا داریم که یک بلانس رابطه بین هندوستان و پاکستان باشه رابطه نزدیک اگر با هندوستان باشه با مو اندازه نزدیک با پاکستان باشه ما خواهان ای هستیم که رابطه نزدیک با هندستان می حتی نزدیکتر با پاکستان می خواهیم فکر می که مشکل رابطه پاکستان افغانستان هندستان هست نه ما تا امروز روز نفهمیدیم نه نه که اسلام آباد از ما چی می گفتم 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 در اینجا مشکل است که ما به او بحث بپردازیم این بحثا رو ما داشتیم اینطور نیک نداشتیم این بحثا رو ما داشتیم اینطور نیک نداشتیم ولی ولی در این در مورد راکت پراگنی هایی که پاکستان در نقاط مرزی از جمله ولایت کنر داره که هم وراسیب های زیادی به مردم و به خانهای مردم رسانده موقف مقامات پاکستان داری برای چی از گای در این مورد صحبت کردین افغانستان جد. شکایت هم کرد خیلی چرا خیلی. استاد خیلی. نمیشه چرا شما موفق نمیشین تا اونا رو بفهمانین خیلی. که این کارشان نقض حاکمیت ملی و تجاوز به افغانستان هست بارها هم با لیدرستیزه ارتشیشان لیدرستیز از بقشان راحل شریف خیلی بجیدیت را مطرح کردیم و هم با لیدرستیز کنونی مجالسی که داشتیم یکی از موضوعاتی که میارم که اگر شما از یک طرف میگین که شما روابطی خو خیلی خوبی شما چطور پرتاب میکنید راکتای به خاک ما چطور توجه کرده میتونید همیشه به مراتب یاد کردیم چندین بار استادم کرده این شکی نیست که اینا که واسه ولی واقعا ادامه دارم ولی بازم اینا ادامه میتن و یک خلاف ورزی هست که اینا مرتکب میشن گاهی در پاکستان تلاش کردین با طالبان گفتگو کنین آیا ای در چارچوب کارهای دیپلماتیکتون قرار داشته خی: خیر تماس های داشتیم با طالبان ام. در این گفتگوها اظهارات اونا چی هست و امروزه دیدگاه طالبان در مورد پیوستنشان به روند صلح و افغانستان چی پیدا کرد؟ تعداد زیاد طالب وجود دارن که اونا به چندین نتیجه ها رسیدن یکی که تعداد زیادی هستن که جنگ افغانستان جهاد نیست یک جنگ بیرونی است یک جنگ علیه افغانستان و مردم افغانستان و منافع افغانستان است این چند که در طالبابا که یکی دومی که به این نتیجه رسیدن که جنگشان در اختیارشان نیست و از بیرون کنترل میشه این نتیجه دوم نتیجه سوم که اینها من وسیله و ابزار استفاده میشن اینی برداشت داخل طالبا از سطح بالایش گرفته تا با به سطح پایینی وجود دارد طالبا در پاکستان چند دسته هستند مشخصا کدام دسته طالبا این است که دسته ها را ببینین گروه های مختلف در وجود داره با کدام گروه ها شما نه، نه، با... به همه ایشان بین تمام طالب وجود به من تمامش گفته نمیتونم تعداد زیادشان وجود داره تعداد زیادشان وجود داره یک یک تعداد زیادشان وجود داره در سطح بری گرفته تا پایین این چیز وجود داره آقای زخیلوال در ابتدای حکومت وحدت ملی رئیس جمهور غنی روابط خیلی صمیمانه ای را با دولت پاکستان آغاز کرد چی فکر میکنید چرا چرا, چرا, چرا این روابط دوباره به بسیار سرعت به بس سردی گرایید اشکال اول،, اول،, اول 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 سوال اول تان. چی چی راه دیگری داریم با جنگ میرین با پاکستان کدوم گزینه دیگه دارین غیر از مذاکرات گزینه کابل تنها تزرع هست ببینید تا این قطعا تزرع نکرده حتا نی, نی نی در زمانی حکومت حامد کرزی کسی تزرر کرده و نه در زمانی حکومت دکتر بشارت کنی کسی چرا کرده. حسیر خیلی داخل با. ببین دری نیست که که ما ما مذاکرات و مسائل خود خیلی پس با اینا مطرح نکردیم از خاطر نتیجه نداده یا تزرر کردیم از خاطر نتیجه نداده قطعا نی. پس چرا این مشکلات به وجود آمد؟ با 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 امروز رابطه ما در تیره ترین ممکن قرار خاطر که میگه از یک دست صدا نمیبرایه ما دست پیش میکنیم از اون طرف اونو دست هنوز ندیدیم چرایش در وجود داره میزان های کابل از اسلام آباد زیاد بود؟ نه نه, نه هرگز زیاد یا اسلام آباد صادق عمل نکرد؟ خب ببینم. اسلام آباد به او عاده هایی که داشت اسلام آباد به او توافقاتی که ما کردیم هنوز اونا اقدام نکردن به او وفا نکردن یک قطع است چیزایی که مثلا هم در وقت آقای کرده ما سفرهای داشتیم در همه سفرهایش بودیم اونو واده هایی که شده با به اون واده ها وفا نشد اجازه بتین اتر صحبت کنیم سیاستی که دولت افغانستان در دوران حامد کرزی در قبال پاکستان داشت و سیاستی که حال حکومت وحدت ملی و و شما نماینده حکومت دنبال میکنید کدام سیاست پیروزتر بود؟ در سیاست تفاوت ما, ما بینم سیاستی حکومت کنونی تحقیل سیاستی حکومت آقای بود که سیاست ناکام از طرف منتقدین حکومت خانده میشه ببینین منتقدین هر چیز گفته میتونه من میبینم در, در, ها در و در این کارشناس های ما در ولی خیلی چیزهایست که این آگاهی ندارن و موضوعاتی که ما بالا میکنیم این آگاهی ندارن از خلای آگاهی باز طبعا برداشای خود دارن و شریک میزنن دقیق با مردم. دقیق ما ما مشخصا میخوایم جوابی پرسش بگیرم که چرا با گرمی که ما روابط را با اسلام آباد روی دست گرفتیم و شروع کردیم این گرمی به صورت به سردی گرایید به نتیجه ما در یک تیرگی کامل ما یک حکومتی یا حکومت منتخب داریم کرای خود از مردم گرفته از هان مر، مردم که خیلی مهم است مردم نتیجه را میخواد نتیجه چی است نتیجه رفانسان جنگ است وقتی که دکتر سبا شفغانی به حکومت آمد واقعا که خیلی به صورت میخواستن که یک یک, 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 باب نو باز کنه در رابطه با کشور پاکستان و در اون باب توقعی بود که اون حمایه که از جنگ در اوجه، در افغانستان از اون طرف وجود داره اونو حمایه کمتر شود در قدم اول فکر نمیکنه خودش یکی از دلایلی بود که ایرا به دوباره به شدت سرد شوه همونطوری که به شدت گرم شد ام نه ام، یک چیزی شد دی نیست که توقعات ایجاد شد ولی توقعات بالاتر از چیزی بود که توقعات خیلی بلند ایجاد شد توقعاتی که بلندتر وقت از یکی بود از ما حد منطقیش بود دی نیست و وقتی که توقعات بلند باشد طبعا ما هم که اضافه تر می باشد توقعات پایین باشد اگر برآورده رو ما کمتر می باشد تفاوتش فقط در می بود که در وقتی که دکتر بشرف آمد و رفت آمدی که صورت گرفت باید پاکستان و افغانستان توقعات خیلی بلند رفت و اون توقعاتی که برآورده نشد در مورد مسئله ای که بمباردمان هوایی آمریکا در اچین صورت گرفت شما خلاف موضع حکومت وحدت ملی موضعتان را گرفتین چرا؟ دلایلش را گفتیم ام دلایلش از او بالاتر چیز گفته نمیتونیم چیزی که در روزانه شما نماینده حکومت افغانستان هستین. موضوعی را که شما گرفتین همزمان موضوعی بود که برخی مقامات در پاکستان و حتی طالبان هم به نوعی تایید کردند. پس راه حل مبارزه نه, با هر چی شما چرا حل پیش میکنی؟ ببینن تعداد زیاد در افغانستان هم بود که این موقع ما مسئله موضوعی در اوجا باید که درک بکنه این نبود که چرا دایش بمبارد شد او نبود قطعا من طرف دارید کشتاری دایش هستم در افغانستان ولی گفتین از جای بمباردمان نباید صورت بگیره ما خلاف اینی بم که مادر بم ها و بزرگترین بم دنیا از خلافش هستم ما موقف ما این بود که آیا واقعا به او حد رسیدیم که هیچ گزینی دیگی نداشتیم که با مو آخرینترینش آخرین ترینش رسیدم یکی دوم اگر ای بم انداخته می شود و باعث بین بردن تمام تهدید داعش می شد ایش مسئله نداشتیم و اگر باعث کشتن فقط سی و چل نفر می شد ای برش خیلی بزرگ بود من موقف خودم میگم و وقتی که در وقت آقای کارزین بودم خیلی چیزایی رو گفتیم که که آم تفاوت نظر بود با رئیس جمهور کرزی و با حکومت و ده حکومت اونو ولی دقیقا شما نماینده رسمی دولت افغانستان نه نه در, در پاکستان هستین وقتی پر جا دیدگاه مخالف نه دولت میگیرین به نوعی عرف دیپلماتیک حتی مخالف حکومت آقای کرزی مخالف حکومت است اکثریت بزرگای مایی که مخالفش بودن اونا مخالفی مخالف, شما مخالف, مخالف با. باشم باشم افغانم هستم ولی موزیگری نماینده رسمی دولت افغانستان در پاکستان هستیم از زمانی که تیویت میکنین که این نه 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 ما موقف شخصی ما من حیث یک افغان موقف شخصی تان موقف شخصی موقف, موقف رسمی ما قطعا نیست موقف شخصی من حیث یک افغان من حیث یک و من حیث یک نگارهاری که در ولایت ما همچی یک بمی افتید معالم خلافش هستم دیگه اضافه تر نمیرم دلایل خود دارم دلایل خود دارم ولی اعتراض با موقف حکومت قطعا نکردیم و نمیکنم و او را درکم کنم. حمایشان را درکم یکی از انتقادات آقای وال بر شما ای بوده که سال گذشته یکی از رسانه‌های افغانستان به نقل از یکی از مقام های ارشد غربی گزارشی را نشر کردند که شما مستقیما بر ریاست جمهوری افغانستان گزارش میتین و مامور وزارت خارجه کشور نیستین شما ایره تایید میکنین آیا واقعا چنین صحبتی داشتین و اگر چنین هست شما هم چه صحبتی نداشتم ولی حقیقت است که من راپور خود به رئیس جمهور میدم امرای وزارت خارجه افغانستان اونا او با اونا رابطه سفارت, سفارت، رابطه اداری است رابطه شخص ما برای جمهور است من نماینده خاطری رئیس جمهور هستم تا پایان حکومت وحدت ملی به نظر شما نشانه های وجود ولی، ولی دارد ولی او حرفی که ما با کدام سفیر و گپی او مطلق دروغ بود تا پایان حکومت وحدت ملی نشانه های وجود دارد تا روابط کابل اسلام آباد بهبود پیدا کنه و ما به یک لاقل متن تعریف شده در روابط اسلام آباد و کابل برسیم ما نباید که ناامید باشیم این نشانه ها را می بینید نشانه نشانه های مردم افغانستان مطلق یک روابط خیلی خوب با مردم افغانستان روابط خوب داشتن دولت ها میخواین مردم تاثیر است سیاسی مطلق میخواین هدف با... که ما ایر پیشنهاد کردیم که اینا بیاین که برداشتی که اینا از افغانستان دارن برداشتی هست که به اساس معلوماتی که در پاکستان به اینا داده میشه هست بیاین در اینجا بشنون طرف ما رو بشنوه و شنیدن و اکثریتشان گفتن که برداشت اینا تغییر خورد ولی شخصا اینی رقمی سفرها و این رقمی بحثایی که است به نفع کشور ماست و هرگز نه باید که ما نامید باشیم بسیار تشکر شما